سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشیم. قسمت دوم راهنمای 100 درصد دکتر سرو قراره با هم دیگه بریم. توی این قسمت قرار منطقه های وال آف رودریک رو با هم دیگه 100 درصدش رو بریم، تمام آیتماش رو بزنیم و از آخر یک میانبری به این بونفایر باز کنیم. اگر از ویدیو هم خوشتون اومده لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. خب ابتدا از این دیوار شکسته بریم اینو بکشیم. تیراش اذیت میکنه که دو سگم پایین هستن. سگا تو این بازی کنن رو اعصاب. یکیشون فکر کنم من دید ناهاش نمرد بزر بزرد. خب سب میکنیم بیاد پایین رو هوا بزنمش. نمرد این بریم آیتمش رو برداریم. نه بکشیم. این میان بوری که میبینین اینو آخر همین قسمت بازش میکنیم که برای باس فایت کارمو برتر بشه. این توازن هم یا بر خط سامیتون پر پر باشه تو هم با آریک بزنین که نتون توکن بخوره، یا اینکه با دایره بریم پشتش و بگستر بزنیم چون خیلی کندن. یکی دیگه از این توازن ها روی پله ها هست. موضوع زباتش هم باشیم چون خیلی خون کم میکنم. معمولا با کشتنش تا این شاردم میندازه اگه خوش شانس باشه. خب از پله های اینجا بریم بالا. اینجا میگه موجودایی هستن که دارن عبادت میکنن، اگه نزدیک یکشون بشیم بلند میشن. اون قدر بلند شد خودشون تبدیل گرفت حیرم و حوالی سریع بکشیمش که تبدیل نشه. فرق بین این موجودا با بقیه که تبدیل میشن یا نه چیه؟ اینی که بقیه موقعی که نزدیک میشین کوی نمیخورن مثل اینا، ولی اون یکی که تبدیل به بیست میشه بلند میشه وقتی نزدیکش بشین. این پشتم که هیچی ندارم. برگردیم به بون فایر. خب توی بون فایر استراحت کنیم، ایسوس فلسکامون پر بشه و پلای اینجا بریم پایین. این رو یکی بکشیم. نه همه رو میکشم. نه نکشیم. کاری باز نرم بجز این که برای شما دورخیز کرده. این رو دقیقا ندام کارشی چی کار میکنه. خب آیتمش رو برداریم. سزای کار اینم از این. بریم از پلا بالا. اول بریم زنگوله رو بزنیم، بعد یکی این ها رو بزنیم، بعد اینو. پشت دوم این اجدا یک پنجه ای داره که ما رو به همه رای پایین پلا که دیدیم میبره. قشنگ برای من برمزی کرد. این هم از این. خب آیتم اینجا رو بعد داریم به درد بخوره بعدم برامون. درم کلکیه میدونم که هیچی نداره. بریم پایین. مگه من دوتا رو نکشته بودم؟ اینم از این. از این پنجره خودم بذاریم پایین و آیتمش رو برداریم. این آیتم
به سلام قدرت میده اگه استفاده کنی. یکی اینجا نشسته، یکم پشت جعبه ها میشه. من بزنم این جعبه ها دوزون بشکنم. صداش خیلی باحاله. دوست نداشتین که برین آیتم رو بردارین. فایر بومز من حلقه ای که قسمت قبلی برداشتن یادم رفت و بردارم، الان بردارم به اون سول اضافی بده. این حلقه رو برداریم و بعد بریم پایین ببینیم چه خبر. خب پس نردبون بریم پایین. این آیتم رو برداریم بریم اونجا. بعد اینکه تو رو کشتیم اجدار رو آیتم رو بکشیاشیم مستقیم بریم به درک قفله. بعدم کراشین بومفایر این منطقه رو روشن کردیم، بعد بگردیم آیتم که اینجا هستن رو برداریم. این هم اینجوریم که قد بکشیمش. خب اینجا مستقیم بریم همه رو ناجیتی بگیریم به سمت در قفل شده. در رو باز میکنیم اینجا های درد کنیم خود اجیتو رو باز چیش نار میزنه اگر نزدش که خودتون دم در واسی میاد. این صندوقچه که میبینین فکر نکنید صندوقچه نریم بازش کنیم، چون فرق به با صندوقچه دیگه بازی داره این که رنگ سفیده و این که زنجیر کنارش شکل دایری شکل نداره. الدور بزنید دوخیز کنیم و با آردو بزنید که خونش کم بشه. حالا من اینجا خونی ندارم به تو بزنید میسوسم فقط خونی چجوریه زباشم خیلی سنگینه. کنن سه زبل دیگه نمیخواد، منم خونم هیچی ندارم به دوزا میگرم. شت در میکنی زد بعد برم اول سولامو برداریم. 5000 تا داشتیم که اول بازی سول خیلی به دردمون میخوره برای ارتقا دادن شخصیت. سمت در همیشه آتیش میزدم، حالا آتیش نزدم. خب بریم سورمون برداریم. L2 بزنیم قدرتمون بیشتر بشه و از راه دو با نگه داشتن آرتور زبه مکم بزنیم که خونش زبه خم. حواظ باشه نزدیکش نباشه، اینجوری اگه بگیره این کارتون تمامه.
زربازش هم با دایره قشنگ زیاد خالی بود. نم از با مودنش یک تبر رو میده که پیشنهاد میکنین تبر رو بردین، چون این تبر بهمون علاوه بر دمیج که میده یک جادوی هم به کسی که ضربه میزنیم هم اعمال میکنه و قدرتش رو بیشتر میکنه. خب تبر رو برداریم بریم به سمت بونفایر این منطقه. از نردون بریم بالا. خب در اینجا رو باز کنیم بریم و بریم سمت چپ رو بکشیم. اینجا یه شوالی داره که میخوام الان بکشه یا نایدش بگیریم. بالاتر بونفایر رو روشن میکنیم، برگشت شدن باز اومدیم اینو میکشیم. بریم سریع بونفایر این منطقه روشن کنیم و برگردیم آتیم هایی که جای اجزا بودش رو برداریم و بعد ببینیم چی میشه. رو علامت بونفایر نمیاد یا دیگه یا این هم از بونفایر بشینیم ایسوس فلسکامون پر بشه. بعد برگردیم به سمت جایی که اجدا بود. آیتم اینجا هم برداریم. فایر بومز ها خیلی به درد میخواه نگرشتیم. اون فرساب بود شوالیه بکشیمه. شوالیه کجا رفتیم؟ فرار کرد. نه بزنیم اگه دقت کنیم بدنش یک مه مشکی مانند ایمان میشه که اینم باز زمین تبرمون که برداشتیم. خب جعبه اینجا بشکنیم دورخیز کنیم و بپریم اون سمت. اینجا سب کنیم آتیش بزنه اینا بمیرن. بعد یکی یکی آیتما برداریم برگردیم باز دوباره برداریم در آخر این راه رو که میبینیم یک شمشیر خیلی خوب است، کلی مور اسمش، کم اول بازی بعدمون هدیت هم میکنم. هایی که میرسون جلو تا آتیش میتر. خب نام از اینا بزنیم و معمولا سه دفعه آتیش میزنه و یک نفس میگیره. همون فرصت یک نفس میگیره میتونیم آیتم ها رو برداریم. حالا اگه نفس نگیره رو آتیش هم یک زیاد اون کم نمی کنه، فقط یکم کنتر میشه. اما سب میکنیم آتیش سه بوم کم بودم حالا دیگه قاعدت هم باید بره نفس بگیره. خب بریم سریع آیتم اول رو برداریم امبر. بعد دوباره که آتیزه بر از صدقه بریم از پلاه و شمشیر کلیمو رو برداریم. فکر کنم دیگه آتیش نمیزنه. خب بریم سریع برداریم بکشیم. اول این که دمده را بزنیم
اینجا اگه دقت کنی سر اجدار به سمت ما میادش و اینا همه میزنن. بریم شمشیر رو بعد بعد این منطقه که بازش کردیم به من به یه آیتم انداخته. یه بایدی که آتیش بزنه و بعد بریم. بریم نمی کنم دیگه بزنه را تو حالت نفس گیری سریع آیتم ها رو برداریم. اونم پر کنیم بریم برای شمشیر کلیمور که شمشیر خیلی خوبی هم هست. و سریع اطلاع به این بالا هم شمشیر رو برداریم. شمشیر هم پرش کنیم. خب دیگه این مطال کاری نداریم بریم از پایین سمت راست که راه رو باز کردیم دیگه سریع مستقیم بریم. نیازی به توجه به اجدها نیستش دیگه. این شوالی هم که اینجا بود وقتی اینجا این همه راه رو پیاری کنیم اینا باید بزنیمش. زانو بزنه وقتی خب بریم پلا بالا و بعد دیگه چی داریم اینم بزنیم. بریم بونفایر استرس کنیم. یه آیتم پشت این دیوارا هستش تایتانیک شارت فکر کنم باشه. این آیتم هم برداریم ناهاش. بونفایر استرس کنیم و بریم یک منطقه دیگه اینجا. خب از بلا به این پایین این دفعه سمت راست رو میریم به سمت چبارش این دفعه سمت راست رو میریم. من همیشه یه ضربه از این بخورم. از پلای مارپیجی اینجا بریم پایین دو تا یاد دشمن اینجا هستن دارم بزنیم. یکی دیگرش هم بود کنگه ها هم شده نهاش. پایین این پله های تبدف هم هستش که برای ما دقیقا کمیل کرده بود. اینم بزنم اینکه راحت بریم برگردیم پشتش برگستر بزنیم چون خیلی کنده راحت میتونم راحت بچرخم و بعد با یک حرکت اینجوری کارش تمام میشه. چیزی که ننداخت این در رو بعدا بازش میکنیم. بعد یک کلیدی که تو همین منطقه هستش پیدا کنیم سلکی اسمشه. اینجا هم که بعدا میریم و با NPC که داخل زندان گیر کرده صحبت میکنیم و یه حلقه بلو رینگ رو میگیریم که وقتی خونمون کم باشه مقاومت بدنی رو بیشتر میکنه. خب منتظر باشین اینجا که کمین کرده بیاد بالا. نه بدنم این دوزه گیرم عبادت میکنم ببینیم که برای یه جدار عبادت نکنم. و اینجا پیشنهاد میکنم از فای بومبا که پیدا کردین رو بردارین چون این فایر بومبا برای کشتن این بیستی که اینجا هست خیلی به درد میخوره. اون پر کنیم و بریم و ندومون پایین که نمیخواد سر اینجا چکام کن. خب اینجا فقط کافی نزدیکی کسی که عبادت میشن یکیشون بلند میشن کسی که بلند بشه خوش رو تبدیل به بیست میکنه. خب این سب میکنیم خوش رو تبدیل کنیم بگم فاسدتون رو میگردیم و با مربع تونتون بهش فایر بمب بزنیم تا راحت کشته بشه. حواش به ضرباش هم باشه چون خیلی کم میکنه و این هم
منو از خودش تایتن شارد میندازه. فای بونز اینم تایتن شارد. شمشیر شکسته. خب اینجا این آیتم رو بکیاشیم، سریع برگردیم به پشت این دیوار، یه لیزارد هست اون رو بکشیم تا غیب نشده و بعد آیتم اینجا رو برداریم. ببینم دیگه چیزی نمونده از این بالای پشت بوم. دیگه چیزی نمونده. خب از نردبونه اینجا بریم پایین از این نردبون. دقیقه هر موقع نردم به پایین یه تیر برد بزنه که میکنش رو بریزه. خب بریم اینا رو هم بزنیم. یکی این، یکی این، یکی این، دو برگردیم این رو بزنیم. ماهی دونزا رو برمیدیم و میریم سمت اینجا. این پشت دیوارم یک آیتم هست. این نسبت به فایر بونگا قدرتش بیشتره. خب خونی نداریم تا با شوالی اینجا بجنگیم. شوالی اینجا رو اعصابه. اول بریم این دوتا رو بزنیم داخل خونه یا آیتم بگیم که اون تایتن شارژ یا تو نره برده. این هم بزنیم داخل این بشکای آیتمه. این شوالیه که میبینین الان ما نمیتونیم بزنیمش. شدن که میشه یکم سخت داره چون ما باید یک سپر آهنی برداریم. سپر آهنی برداریم و بعد ماج موقع زهر بزنه اینجوری میکنیم زهرش خونسا میشه و راحت با یک زهر میمیره. حالا ما که فعلا این سپر آهنی رو بر نداشتیم. پشت این میزان که میبینیم یک آیتم هستش. اینم یادتون نره برداریم بعد از اینکه زدیم. خب بعد اینکه بلند شدیم بریم دوباره این مسیر رو دوباره برگردیم همه دشمناش رو بکشیم و بعد از اینکه سپر رو برداشتیم برمیگردیم شوالی هم میکشیم. البته بدون سپر آهنی هم میشه اینو کشت. و اگه اون باشه کارم بردتره. حالا من وقتی برداشتم با سپر همین چوبی که دستم اونو میکشم ببینین کشتن شدنی یکی دنبال اومد. اینو ببینیم این سولو برداریم دو تا بزنیم. اینجا میتونیم دوباره با فایر بمباتون این بیسر بزنی یا اینکه بیخیاشی من میزنم چون به اون 400 تا سول میده که بعدا بخوام ارتقا بدیم هرچی سول بیشتر داشته باشیم بهتر. سب میکنی خوش تبدیل کنه تبدیل کنه با تو دیگه. ای راحت با پایین تو باید میتونی برم اینجا تو بزنی. یکی دیگه میخواد یا میاد تا خونو پر کن بریم پایین. اول صندوقچه رو برداریم یه توش سپر آهنیه. سپر خیلی خوبه تا آخر بازی قشنگ میتونه شما رو ساپورت کنه. این آیتم بالا رو بردم توش میزنی این آیتم رو اینم برد. خب برم بیخیاش میشیم تا بریم این سپه آهنی رو برد.
داخل اینجا یه نفر کمین کرده براتون بکشین، یا آیتم اون ته هستش که من قبلا برداشتم. بعد از اینکه سپرمانی میتونیم با L2 حرکتش قفل میشه و راحت میتونیم با یه ضرب کارشو تموم کنیم. خب اینجا دو تا دشمن از اینا رو میکشین. داخل این صندوقچه همون سپر آرمی هست که دربارش میگفتم. خب این که کشتیم یکم اینجا نشسته، اینم بزنیم و بعد بریم یکی از بهترین سپرهای بازی رو بعد. نام از این سپر برش داریم ببینید چجوریه. تمام فرقی که با سپر قبلی داره اینی که L2 بزنیم دیگه حفاظ نمیگیره و از خط آبی زیر سلامتی کم میکنه، ولی سپر دیگه میگیرن L2 و با R1 حفاظ بگیر. این منطقه پایین میبینی منطقه خیلی سختیه. ما حالا من فعلا این سپر قبلیم رو بر میدارم که شوالیه که اونجا بود رو بکشیم که ببینید با اینم میشه کش، فرقی نداره، ولی خب با سپر آهنی باشه کارمون خیلی راحت تره. این منطقه پایین اینجا هم میتونه خیلی اذیت کننده باشه. ما که خونی نداریم الان به احتمال زیاد میمیریم، ولی خب اینجا دو تا سگ هستش و سه تا یا چهار تا تبرزن و یکی یکی بکشیم. حالا ما میتونیم برگردیم ببینیم این بشکار اینجا رو بشکنیم و بعد یکی از شمشیرهای خوب بازی رو برداریم. اینم از این میگیریم. کدوم آتما خیلی خوبی هم چون باعث میشه وقتی مصرف کنیم خط اسانه همون بس پیدا کنه و تونتون پر بشه. این از شمشیر خوب بازی داخل صندوقچه بود، بعد از قرض زدن میتونیم برشت. خب این منطقه پایین سخت، پیشنهاد میکنم از همین بالا روشون قفل کنی و با فایربون یکی بزنی. حالا من اینجا یه دونه فایربون بیشتر ندارم چون باخته این که 20 رو کشتیم دوبار و فایربون بمب تموم شد. حالا میتونیم اون فای بمبایی که قوی تر هستن رو برداریم، ولی خب کافی نیستم. حالا همشون غیب شدن، نمیدونم کجا رفتن. یکی یکی دو سه تا همه رفتن پایین پلا. نه این را خودم اونجا باشه. بعد کشتم ایشون و مردم. هر سه نفر با هم دیگه مردیم. شانس رو میبینی تو رو خدا. خب وقتی که بلند شدیم برمیگردیم اینجا و اینا همه رو یکی میکشیم. الان بدون سپر آهنی میریم اون شوالیه که خیلی میتونه درزه ایجاد کنه و ضربهاش خیلی سنگینه رو بکشیم. اینجا رو گواشکی میگه کسی نفهمه. اینا رو همه رو میتونیم دیگه نایده بگیریم دیگه، سریع تر برسیم به جایی که بودیم و مردیم. دیگه نیاز نیست این بیست رو بکشیم چون وقتی بریم داخل اینجا یک کاری باشیم نه اول این رو بکشیم. ضرباتش خیلی میکنم سر کنید وقتی میخواد بزنه جا خالی بدیم و سه تا ضربه میزنه. ضربه سه موش میشه نگه میداره اینجور فرصت زدن بهتون میده.
بهم بزنی. نم از این تیر کمونی هم بزنیم رو اعصاب ما. هر موقع اومدن اینجا یه تیر باید بزنم. خب حواسم به اینجا کمی کرده باشیم، چون همیشه باید میشه خونتی کم باشیم. این هم از این کارا. خودمون برداریم یکم دفاعیاتون قوی بشه، اون لباس هایی که هم به اون دادش وزنمون خیلی سنگین تر میکنه و نمیتونیم قشنگ راه بریم باش. بعدا که استامینمون رو ارتقا دادیم میتونیم از این لباس هم استفاده کنیم. میبینیم وزنمون خیلی سنگین شده وقتی میپریم و خیلی به ضررمون. بریم این منطقه پایین. خب تو این منطقه اول این دوتا بالا رو بزنیم و بعد بریم یکی این پایین رو بکشیم و اصلا مبتر سلوم رو برداریم. این چه آیتمی انداخت؟ خب اول برم فایر بوم دارم این سگ رو بکشم، چون سگ رو خیلی یا اینو بزنم پایین از سگه. خب بریم پایین که یکی اینا رو بکشیم. اون سلاح بهتری نداریم، تیر کمون نمیشه انا استفاده کرد با تیر کمون بزنیمشون، چون به حد نصاب لولش نرسیده نمیتونی تیر بزنی. اگه تیر کمون بشه راحت میتونی با تیر کمون همه شون رو بکشی. پیکیاش میشه همون سپر آهنی خودمون برمیدونیم و میریم یکی کنار میزنیم. تیراشن که بداده خودش میخوریم تیر کمونه. و از این وقت بریم پایین یا از اون وقت بریم؟ از همینجا میرم پایین آرو میریم که متوجه نشیم. خب اول اینو بزنیم و هم میتونیم بریم پشت و بعد استاپ بزنیم. چرا سلا رو بر نداشتم؟ با دست بک استاب زدم. شما سمیدیم تو خود یکی دیگه اینجاست. اینم راحت بزنیم و این دومیش. فقط این مونده و یه سگ پانی را بدم. بریم سودامون رو برداریم، این سگ پایین هم بکشیم که کلید رو محافظت بکنیم و کلید رو برداریم. سلکی سلکی ما رو به یک نفیسی میشونی که با صحبت کردن باش و آزاد کردنش از اونجا به اون یه حلقه میده که این حلقه بلورین هستش. یه آیتم پشت این بشگاه هست، تایتنی شارد. یکی دیگه هم باید باشه فکر کنم. تمام شدش. خب این منطقه یکم سخت بود. یه گنده بک اینجاست که پیشنهاد میکنم الان به خیال شین یک راست برین تا میانبو رو به بونفایر باز کنیم بعد برگردیم اینجا یکی یکی همه شون بکشیم توی قسمت بعدی.
انشاءالله. نه نادیده بگیریم دیگه، سریعا تون تون بریم تا به آسانسور برسیم و میانبوری که به بونفاری که همون اول بازی بودیم برسیم. یادتون نره سابسکرایب کنی یا لایک کنی اگه خوشتون اومده، و اگه انتقاد و پیشنهاد دارین حتما به آیدی تلگرام این که توی توضیحات کلیپ نوشتم پیام بدین. خب در رو باز کنیم، نارو بخیاشیم، بریم بمبار اسفرس کنیم که سبشه. حالا نگاه خونم ندارم، ممکنه که بمیرم. این تامان رو نکشه خیلی کنیست. خب خیلی ممنون که ما همراه بودیم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدارتون.